دونیت هم دیروز 70 تومن دونیتش کرد. جدی 70 تومن دونیت کردی؟ دمه دیگرم خدای خوب حمایت میکنم. اوکیه الان تصویر ریلکس و خیلی اصلا نمیخوام نه چیز اغراق‌آمیز نه اصلا کاملا خودت باش. اوکی سلام و درود، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من علی هستم، دانشجوی ترم آخر دندونپزشکی شهید بهشتی، اینجا کانال دنتالیسته. امروز در خدمت دکتر فاضلی هستیم. خوشحالم که محمد یکی از کیسای مثال زدنیه بحث کنکوره. من همچنین دوست داشتم که باشه صحبتی بکنم. ما الان توی درمانگاه بهفر هستیم، درمانگاه وابسته به دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی، مکانش توی شرق تهران هست. بچهای سال آخر یه روزایی توی هفته میان اینجا، مستقل‌تر از فضای دانشگاه بیمار می‌بینن و خودشون سعی می‌کنن که ایمپروو کنن، بهتر کنن. امروز چون مریض نیومده و یکی بچه اینجا داره پابجی بازی می‌کنه، یکی هم اینجا داره مافیا بازی می‌کنه، استادامون اومده دارن مافیا بازی می‌کنه. از محمد خواهش کردم که بیاد اینجا در رابطه با ماجرای کنکورش صحبت کنه. امکاناتمون کاملا اینجا حداقلیه. من از میکروفون یقه‌ای اینجا دارم استفاده می‌کنم که صدامونو بگیره. محدودیت‌ها رو اینا رو ببخشید چون کاملا یهویی شده و خب قشنگ میشن به هم یهویی بودن. بچه‌ها میفهمن از این بحث می‌کنن. از این بهونه‌ای همه انرژی که شما می‌ذارید. من پول ندارم حاجی. من محمد فاضلی ام، دانشجو ترم آخر الان شهید بهشتی. ورودی مهر 95 شهید بهشتی که دیگه 1401 فارغ التحصیل میشه. من 94 هم کنکور دادم یک بار که رتبه‌ام خوب نشد و 95 دوباره کنکور دادم. خوشبختانه این دفعه چیزی که می‌خواستم شد. و حالا اسپویل نکن من یه ذره وارد جزئیات بشم و اینا، تو یه ذره ماجرات فرق باشه توی کنکور دیگه. بعضی‌ها من سال 94 یه بار یه ترم کنکور دادم و مثلا رتبه‌ام شد 165، آخرین نفری بودم که بهمن شهید بهشتی قبول شدم مثلا، یعنی شانسم اینجا آوردم. دو بار کنکور دادی، یه بار 94 درست. یه بار 95 درست. اینو یه ذره میخوام باز کنی. اول یه ذره دوران قبل کنکور بگو که شرایط مدرسه چجوری بود، به چه سمتی رفت که کنکور اولش خراب شد، و بعدش حالا بیایم به اون چپتر دومی که میشه کنکور بعدی. حالا مدرسه، من مدرسه نمونه بودم، چیزوشان هم حتی نبودم. دوران مدرسه تقریبا دوم دبیرستان که من اومدم تجربه دیگه به عشق همین پزشکی و دندانپزشکی اومدیم بالا، ولی کم کم دیگه تا پیش دانشگاهی همینجوری سیر افول ما داشتیم. جایی که معدل پیش دانشگاهی من شد 15. حضرت عباسی مثلا پیش دانشگاهی فاز بچه هاتون چی؟ فاز بچه هامون بیشتر همین بود که کلاس زودتر بپیچونیم و بریم قهوه خونه. از قهوه خونه هم باید دندانپزشک در میاد. آره میاد. نه البته سال اول که این اتفاق افتاد در نیومد دیگه. ما من چیز میگم ببخشید واسه صحبت. اینا واقعا اختزاهای یه دورانی دیگه. حاجی من مطمئنم 10 تا رتبه اول کنکور هر سال 5 تاشون در خون میرن. آره. ولی اینکه شما بتونید مدیریت کنیم حالا نمیخوام چیز کنم بیشتر برو صحبت خودتو ادامه بده، حالا من بینشم نفرم دیگه. سال 94 کنکور دادم من، رتبه‌ام شدش بگیم دیگه الان سال 94 من کنکور دادم منطقه 2، رتبه‌ام شد 12000 و تقریبا 200 خورده ای. رتبه کشوری من تقریبا 26000 شده. 5 رقم تقریبا این بود نتیجه همون کلاس بجوندن ها دیگه، درس نخوندن ها قرار خونه رفتن یه والا. خیلی خوبم نخونده بودم واقعا، یعنی اینجوری هم نبود که نخونده باشم. میدونی خودت واقعا رتبه 12000 هم رتبه این نیست که آدم نخونده بگیره، باید یه چیزایی خونده باشه، ولی خب رتبه ای نبود که بگم به خاطرش خیلی تلاش کردم دیگه. حالا رتبه تو دیدی فرزن شده 20000. اولا فضای خانواده چجوری بود؟ ریاکشن اونا چی بود به این رتبه؟ و چه ادوایسی داشتن؟ تصمیم خودت بود که یه سال بمونی دوباره، یا مثلا فشار روز بود، یا اصلا یه چیزایی اینجا تغییر کرد اون مایندسته، اون ذهنیته؟ اونو یه ذره برام باز کن. من قبل کنکور فهمیده بودم که قبول نمیشم اون رشته که میخوام دیگه، یعنی الکی اومدم الان سال اول دارم کنکور میدم رسمن دیگه. نزدیک کنکورم که شد کنکورم دادم، نتیجه من شوکه کننده نبود اصلا اتفاقا. نتیجه که اومد من خودم میدونستم قبول نمیشم، تصمیمم هم این بود که بمونم واسه یه سال دیگه، ولی خانواده نه، خانواده نمیدونستن. رتبه اینا رو دیدن شوکه شده قطعا. واسه سال دومم که من گفتم میخوام دوباره کنکور بدم، هم اول گارد گرفتن، نبودن که دیگه عزیزم حتما ما حمایت اون توصیهشون بودش که برو سمت مثلا فرضاً بازار کار. برو آره همینو برو دیگه، همین رتبه جاوردی معمولا دیگه، چون دید همه اینه که انگار سال دوم بدتر میشی، واقعا اونجوری نیست که همیشه بهتر بشی، اکثرا دیگه اینجوری بوده واسه شون. ولی خب
کم کم اونام دیگه وقتی دیدم من خودم خیلی تصمیمم جدی و بام کنار اومدن و حمایت کردن دیگه، هرچند که حالا باز اونم شرط خودشو داشت که حالا باز جلوتر بود. بحثم اینجا با شما اینه، بعد اینکه مثلا رتبه تو گرفتی، اون شوکه که اول گرفتی، خب اون شوکه خیلی ها مثل تو نیستن، خیلی ها تو اون تهدید میمونن، اون تهدید تبدیل به فرصت نمیکنن. میخوام ببینم که آدمی مثل تو چجوری خودشو جمع و جور کرد بعد که بره دوباره فرضاً به کارهای بعدیش برسه و حالا دوباره شروع کنه یه استارت قوی بزنه با ترس این که آدم همیشه ترس این داره دیگه، فرضاً الان قضاوت داره میشه، قضاوت شده خانواده رفیق فلان تو رفیقای تو که نه، میخوام ببینم این چیزی که شکسته چجوری دوباره جمع و جور میشه و خیز برمیداره واسه ترای واسه اون پرش بعدیش. من از اونجایی که واقعا سال اول تمام توانمو نذاشته بودم، اینو میدونستم خودم که اون چیزی که قرار من ارائه بدم همش این نیست، واقعا این اون درس خوندن من میدونستم استمرار نداشتم، مشکلات کارمو فهمیده بودم دیگه، اینا همه جمع میشه باعث میشه که تو بگی خب بذار ببینم اون ته توان من چجوریه، که اینا همه موند واسه سال دوم. من سال دومو دیگه از تقریبا مهر و آبان، اوایل آبانش بود که شروع کردم و با برنامه قدمچی هم شروع کردم، من شروع بخوندم و من از همون آزمون اول فهمیدم که اون روشی که تغییر دادم، اشتباهاتی که سال اول داشتم و وقتی تکرار نکنم نتیجه‌ام بهتر میشه و شد واقعا تو آزمونام میدیدم، یعنی از همون آزمون اول. ولی خب اینجوری نبود یه دفعه بچسبه به صف بهترین نتیجه ای که میخوام بشه، کم کم تراز من که میانی ترازم سال اول بود 5800، تو آزمون اولی که دادم وقتی بالا 6000 شد فهمیدم که داره روشم تغییر میکنه، داره نتیجه میده. یه سوال، ارتباط موفقیت رو بگیر با قدم چی میبینی یا با برنامه داشتن؟ مثلا اینجوری اگه آقا برنامه گزینه دو میشد یا نمیشد، یا برنامه مثلا سنجش، یا برنامه که خودت برای خودت درست کرده باشی، یا برنامه که مشابه هر چی، بحث چیه اینجا؟ فوکوس دو کدومه؟ برنامه یا قلمچی؟ نه برنامه، من قلمچی هم بخاطر برنامه راه آوردیش دقیقا دارم میگم، چون برنامه راه آوردی واسه تو قسمت میکنه، دو هفته واسه خودت تقسیم میکنی، اینا رو میخونی. حالا برنامه میخواد برنامه گزینه دو باشه، میخواد سه هفته‌ای باشه، برنامه خودت میخواد باشه، اصلا به نظر من مهم نیست، مهم اینه که واقعا برنامه باشه و طبق اون برنامه کامل اجراش کنی بهش پایبند باشی. استاد یه لحظه اومد دیپازیت یه لحظه بریم، ما الان برمیگردیم. دوستان شما یه تبلیغ بازرگانی ببینید، آه همه الان یه برنامه‌ریزی دارن یا مشاور دارن یا من برنامه قلمچی از راهبردی هست، یکی مثلا خودش برای خودش طراحی کرده، من نمیگم من طرف رو کدوم یکی از این موردم، ولی همه موفق نمیشن، همه تا اون برنامه رفتن میرن ولی بعدش جای اتفاقاتی پیش میاد، یه اتفاقاتی پیش میاد. تو چجوری این برنامه رو تبدیل به خروجی کردی؟ ببین برنامه کلا چارچوبش همینه، تو یه سری حجم مشخص منبع مطالعه رو تو یک سری ساعت مطالعه بگنجینی بخونی دیگه، غیر از اینه نه. خب قلمچی داره همینو میده، گزینه دو داره همینو میده، هر جایی که برنامه میده همین. این برنامه رو من خودم میگرفتم، مثلا برنامه اگه برنامه که آزمون قلمچی بود این دو هفته برنامه که قرار بخونم و تقسیم میکردم تو هر روز قرار دقیقا چیا بخونم، تو چه ساعتهای اینو مطالعه بکنم تموم کنم و سعی میکردم، من اصلا هدفم روزانه بود فقط، سعی میکردم اون روز اون حجم مطالبی که تعیین کردم واسه خودم ممکن بود مثلا 100 تا تست بذارم توی دو سال و واقعا باید معقول باشه و منطقی که بتونی بهش برسی دیگه، اگه بخوای واقعا به اون برنامه پایبند باشه و نتیجه بده هم باید کیفیت داشته باشه هم کمیتت رو، که کمیت رو خب موقع برنامه‌ریزی قطعا مشخص میکنیم، کیفیت هم موقع خوندن مشخص میشه دیگه که چقدر انرژی بذاری پاش. اون حجم مطلب رو تو اون روز من سعی میکردم خلاص درست کنم. چقدر بود؟ عددش چقدر؟ اون کمیتی که میگی چند ساعت در هفته؟ آقا هر کی الان منو میبینه من چند ساعت در هفته بخونم دندون پزشکی قبول شم، پزشکی تهران قبول میشم، فارغ از اینکه حالا دندون پزشکی یا دندون پزشکی دندون بهشتی یا بهشتی تهران یا پزشکی قطع، فارغ از اینکه آیا این هدف خوبی است یا نه، اینکه خودش وظیفه جداشه، میگه من چند تا پوست بزنم قبول شده سولار دیگه، یارو مثلا آمریکا رو میده روزی، آقا چجوری من بیام آمریکا؟ میگه من چند ساعت بخونم قبول میشم،
من که میدونم این برای هر کی یه چیز یه جوره، ولی میخوام ببینم شما چی کار کردید. اینا واقعا به طبق حرف خود شرطه واقعا. من که آقا اگه تو سال دبیرستانم ضعیف‌تر درس خوندم، خب قاعدتا باید بیشتر بخونم. همون حرفی که گفتی، هر کی باید هر چقدر که لازمه واسه خودش بخونه. ممکنه یکی با 5 ساعت خوندن یاد نتیجه بگیره، ترازش بشه بالاترین تراز، ولی خب قطعا این آدم قبلش برنامه‌ریزی داشته، در طول سال درساشو روز به روز خونده و رسیده اینجا. من ولی خب برنامه رو میریختم روی مثلا هلوشه 10 ساعت 12 ساعت، ولی خب 12 ساعت هم هیچ وقت مفید نبود. اینم بگم یعنی ممکن بود در روز من 8 ساعت مطالعه مفید داشته باشم. ببخشید شما روزم مدرسه نمیدن؟ پشت کنکور بودم دیگه، برای سال دومی که بودم. مثلا سال اول اگه می‌خواستید 12 ساعت بخونید که من 10 ساعت من نمیدونم کجا روز 24 ساعت دیگه برای شما یه تایم بدید مدرسه مثلا. چقدر می‌خواد؟ خوب می‌خوابیدم. 8 ساعت من حداقل می‌خوابیدم دیگه، یعنی ممکن بود به 9 ساعت 10 ساعت هم برسه، ولی خب 8 ساعت هم در حال حاجی باز من میگم تو سال دوم مدرسه نداشت. اینو کسایی که گوش میدن مدرسه دارن میرن در طول روز، بازی برای شما فرق می‌کنه. ما یه شیفت اضافه هم داریم توی کیس هایی مثل محمد، درسته که صبح تا ظهر نمیرن جایی، ولی شما صبح تا ظهر اولره از قبل پر هستیم، درسته دکتر؟ بله دقیقا. بچه مدرسه به نظر من رو تقریبا نهایتا 6 تا 8 ساعت باشه مطالعه ندارم، عالیه. 6 تا 8 روزی عالیه به نظر من. من خودم واقعا مثلا هفته با مدرسه و اینا تو موقعی که مدرسه میرفتم هفته زیر 50 ساعت میخوندم. آخرای کنکور رسیده به هفته 20 ساعت، فقط یه کنکور رو داشتم حل میکردم. کمیت رو اوکی کردی، بله. کیفیت رو چی کار کردی که تونستی سال دوم عدد در بیاری از کنکور؟ یه 20,000 نیومد. سال دوم رتبه چقدر شد؟ سال دوم 271 مجموع کنکور. یعنی عملا شما واقعا بردی چیز رادیکال رتبه 20,000. چجوری کیفیت رو بهتر کردی؟ اینو یه ذره برام صحبت کن. ببین واسه اینکه بررسی کنی کیفیتت واقعا بهتر شده یا نه، اول اصلا باید یه ابزار سنجشی باشه اینجا دیگه که ببینی اون کیفیتی که تو به قول خودت بهتر داری می‌کنی آیا واقعا بهتر شده یا نه. ابزار سنجش من اینجا خب آزمونایی بود که می‌دادم دیگه، درسته. حالا آزمون نمیگم استانداردترین آزمونا بود، آزمون قلمچی تقلب توش بود، هزار تا داستان بود، ولی خب کسی که واقعا خودش بخونه دستش میاد که پیشرفت رو داره میبینه تو خودش، کیفیت بهتر داره میشه یا نمیشه دیگه. ببخشید تو خودتو مثلا یعنی میخوای بگو چجوری متد داشتی وقتی میدونی آقا شما مثلا از 100 نفر اول قلمچی ممکنه 70 نفر، مخصوصا الان که مجازیه، مجازیه که فرا هیچ، از همون قبل مثلا زمان ما هم یه کانال بود تلگرامی میومد میگفت سوالای قلمچی با جوابش، مثلا من روز قبل داشتم. آره فرضاً اگه میخواستم، من که خیلی قلمچی نمیدادم، ولی همین چیزا اتفاقا من فهمیدم که خیلی متد درست نیست. میخوام بگم تو اون متد رو با کی مقایسه میکردی؟ اون متد رو من با خودم مقایسه میکردم، با اون سوالایی که بود مقایسه میکردم. من هر سوالی مثلا اگه فیزیک میومد من میزدم 90%، به خاطر یه سوال میشد مثلا درصدم 90، میومدم بررسی میکردم اون یه سوال واقعا دلیلش چی بوده که من نتونستم بزنم. مثلا مهم نبود واسم نسبت به بقیه بهتر بشم، نسبت به مثلا رتبه‌های دیگه بیام بالاتر. مهم واسه من ملاک خودم بود که ببینم تو آزمونا آیا واقعا میتونم الان اون چیزی که خوندم رو بیارم رو کاغذ، و اگه نمیتونم هم دلیلش چیه. خب دکتر نیرومند اصلا اونی که اونجا داره پاب جی میزنه همین تو کار نمیدونم ملک و اینجور چیز هاست کریپتوکارنسی استاد، تو کار رالی و نمیدونم پیست ماشین بازی و ماشین دارم. استادم واقعا میاد نگاه میکنه. ما اول روزمون اینجا آیا کانال منو توی یوتیوب سابسکرایب کردین یا نه؟ و اگر سابسکرایب کردین لایک کردین لطفا کامنت هم بذارید، سعی میکنم همه کامنت ها رو جواب بدم، این گفتگوی شکل بگیره و حتما این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. بریم زیادی نداره میگم، فقط خودتون رو بسنجید. آقا اگه مشکل داره خوندنتون قاعدتا توی سنجش مثل آزمون مشخص میشه و برید ببینید اونجا مشکل چیه. همین اگه شروع کردیم مثلا به کنکور سال پیش حل کردن، آیا برای این زمان جداگونه داشتیم؟ یه ذره از فضای بعد عید بگو چون داریم نزدیک هم میشیم. بعد عید والا ما کنکورمون یه مقدار تاخیر خورده بود، افتاده فکر کنم اواخر تیر سالی 94 نه اتفاقا اوایل افتاده سر ماه رمضان 95 فکر کنم افتاده بود 95 آخرای تیر. واسه همین من تقریبا از
میشه گفت وسطای خرداد دیگه شروع کردم به جمع بندی و کمتر کردن تستای مبحثی. تستای مبحثی یعنی مثلا من مبحث گرما و مثلا قانون گازها رو دیگه نمیام جدا واسش تست بزنم. تستی که هر قرار واسه این بزنم میام کنکور سال قبل رو حل میکنم دیگه، چون ماه آخر من تمرکزم بودم رو نمونه سالای کنکور، بیشتر با سمت سالای کنکور آشنا بشی، ایده های طراحا بیاد دستت و این کنار بقیه مباحث جمع‌بندیش مهمه. واقعا مهم نیست تو یه مبحث رو به تنهایی شاید بلدی، تو میخوای تهش همه رو کنار هم تو کنکور بیاری پیاده کنی. رتبه اومد، حست چیه وقتی رتبه دیدی؟ رتبه رو یه یه نه جونه یه یه هست دل خرکی شدم، ولی خب انتظارش هم داشتم، چون بعد یه کلمه فنسی به کار برد کیفور شدم. چرا 200 خورده انتظارش رو داشتم، اینجوری نبود که دفعه وای بگم برگام ریخت، نه انتظارش رو داشتم، ولی خب نه خیلی شوکم شدم یه دفعه که چه رتبه خوبی و دیگه اون دفعه بود. من تا قبل اینکه این رتبه بیاد اصلا فکر کردم که بعد اندرسی جا باشم، وقتی رتبه اومد فهمیدم که میتونم یه دانشگاه خوبم هم. وقتی انتخاب رشته، انتخاب رشته فقط بهشی دادی؟ نه بهشی نبود، ولی قطعا اولی انتخاب رشته یعنی 20 اول میتونم بیام فقط دندون بود. دن پس پزشکی هم زدی؟ بعد دندون بود. اگه حرفی داری در ادامه؟ در یعنی انتها یه انگیزه انفجاری از این چیزهای اینجوری. بچه ها کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، تو رو خدا سابسکرایب لایک بکنید، کامنت بذارید، درستتون هم خوب بخونید اگه واقعا بخواید واسه تلاش کنید. تبون حرفا رو محمد زد، خیلی ممنونم ازت که اومدی، حتما کانال رو داشته باشید، ویدیو رو لایک کنید، به دوستان رو معرفی کنید، حتما کامنت هم بذارید، کامنت انگلیسی بذارید که صحبتتون نریزه. مرسی، خدافظ. بچه ما با محمد بریم ببینیم که اون پشت چه خبره. همین اومدن نگاه میکنن. ما بهتریم، ما می‌خوایم بریم و اساتیدمون رو ببینیم. بخیر. مخلصیم استاد. استاد یه نگاه. دکتر رئیسی رزیدنت همونه. بعدا نگید با استاداشون چرا اینجوری صحبت می‌کنن. خبری نیست، خبری. تو گفتی خبریه که.